آذر امسال تهران زودتر از سالهای پیش دل مرده شد. آسمان خاکستری و بوی دوده نشانه همیشگی همان آلودگی هواست که در فصل سرما سلامتی مردم تهران را در خطر می اندازد. حالا این بیماری به اصفهان و یزد هم سرایت کرده و آسمان اصفهان گاهی از تهران هم آلوده تر می شود. علت آن سوخت این نیروگاه هاست که برق تولید می کنند. مسئولان می گویند در فصل سرما مصرف گاز بالا می رود و به جای گاز باید مازوت در نیروگاه های تولید برق سوزاند. مازوت حالا مقصر اصلی خوانده شده و سوزاندن آن در نیروگاه ها عامل اصلی آلودگی شهرها. فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس میگوید اگر مازوت نسوزانیم برق نداریم. یعنی سوزوندن مازوت هم چیز بدی نیست. حالا سعی کنیم این مازوت رو منتقل کنیم به نیروگاهی که خارج از شهرها هستن. همه اظهار نظر میکنن. یعنی مثلا محیط زیست میاد فقط در نظر میگیره که محیط زیست آلوده میشه. خب اگر این سوخت بده چرا بقیه از ما میخرن و میسوزونن؟ اما بسیاری از کارشناسان محیط زیست از جمله اسماعیل کهرم میگویند مازوتی که اینها میسوزانن 7 برابر مازوت استاندارد جهانی گوگرد بیشتر دارد و بسیار آلوده کننده است. ما به مراتب بیش از میلیارد لیتر به امارات میفروختیم و امارات اینها رو داخل کشتی میسوزوند به عنوان سوخت این کشتی ها، که اینها ناوگان معظم اماراتی ها بار رو ببره به اقصانقاط جهان. و چون میزان گوگرد ما 7 برابر استاندارد جهانه، دیگه اونها از ما نخریدن مازوت رو، لذا ما مجبور شدیم این مازوت ها رو در داخل مخازن خودمون در ایران نگه داریم. و خب نمیتوانیم داخل این مخازن نگه داریم چون هر روز داره بیشتر میشه مقدارش. نمیتوانیم به زمین تزریق بکنیم، نه در داخل آب بریزیم اینو و نه این رو بسوزونیم، به خاطر اینکه هوا رو به این وضع در میاریم. آقای کهرم نگران تأثیر منفی این موج آلودگی هواست که ظاهراً خطرش بسیار بیشتر از آلودگی همیشه شهرهای بزرگ است. این رو در انگلستان یاد گرفتم که بدون شک 100% استنشاقش و اینکه در هوا ما این رو پخش بکنیم سرطان ریه تولید میکنیم. در حیوانات آزمایش کردن، نتیجه رو بنده دیدم و مطالعه کردم، ایزن در انسان ها هم. شما میدونید گروه هایی هستن در اروپا که اینها حتی مخالف هستن که یه همچی ترکیباتی رو ما به خورد حیوانات مانند موش و یا پرنده بدیم. حالا مشکل فقط سوزاندن مازوت نیست، بلکه غیر استاندارد بودن این مازوت موضوعی است که مسئولان از صحبت کردن درباره آن تفره می‌روند. آقای عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم می‌گوید استاندارد کردن مازوت تولیدی بر عهده دولت قبلی بود که خلاف وعده‌اش این مشکل را رفع نکرده است. کسی هم در این میان نمی‌گوید چرا دولت جدید تلاش نمی‌کند مشکل را رفع کند. مشکلی که تک تک افراد جامعه، حتی اعضای خانواده خود مسئولان در شهرها را هدف قرار داده. شهریار سیامی، رادیو فردا.